با سلام، روزیتا ایراندوز هستم با برنامه خبری شامگاهی صدای آمریکا. نخست عنوان‌های چند رویداد. انتخابات پرتب و تاب ریاست جمهوری مصر. رقابتی نزدیک میان دو گروه. پیشنهاد توقف مذاکرات هسته‌ای از سوی 44 سناتور آمریکایی و خوشبینی معاون رئیس جمهوری ایران به نتیجه مذاکرات مسکو. درگذشت امیر نایف عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی. به رغم حضور ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، درگیری‌های خشونت‌بار بین مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری و نیروهای امنیتی تشدید شده است. به گفته رئیس ناظران سازمان ملل متحد، این امر موجب شده است تا آنها فعالیت‌های خود را در سوریه به حال تعلیق درآورند، چرا که شرایط به سمت درگیری‌های نظامی بیشتر پیش می‌رود و در همین حال گروه‌های اپوزیسیون سوریه در تلاش برای حل اختلاف و تدوین نقشه راه پس از سقوط رژیم بشار اسد در ترکیه ملاقات کردند. در تصاویر ویدیویی غیرحرفه‌ای حمله نیروهای دولتی وفادار به بشار اسد به معترضان دیده می شود. معترضان زخمی شدگان خود را به محل امن منتقل می کنند. در تصاویر ویدیویی دیگر نیز سربازان ارتش در حال تیراندازی دیده می شوند. گفته می شود سربازان برای جلوگیری از خروج مردم از یک مسجد تیراندازی کردند. خبرگزاری ها مستقلا محتوای این تصاویر ویدیویی را تایید نکردند. به رغم حضور ناظران سازمان ملل متحد برای نظارت بر آتش‌بس در سوریه، اعتراض های مردمی و درگیری های مسلحانه در آن کشور تشدید شده است. هیئت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه در بیانیه روز شنبه گفت به علت تشدید درگیری های نظامی نمیتواند به فعالیت های خود ادامه دهد و تا اطلاع بعدی کلیه فعالیت های خود را تعلیق خواهد کرد. ژنرال رابرت وود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل متحد مستقر در سوریه، میگوید طرفین درگیری علاقه به یافتن راه‌های مسالمت‌آمیز برای خاتمه دادن به این بحران ندارند. به نظر می‌رسد علاقه برای یافتن راه‌های انتقال صلح‌آمیز وجود نداره. راه‌های صلح‌آمیزی که ما و مردم سوریه برای مدت‌ها خواهان اون بودیم. به جای اون شرایط به سمت درگیری‌های نظامی بیشتر پیش میره. در همین حال گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد در ترکیه ملاقات کردند. لوی صافی، یکی از اعضای شورای ملی سوریه، هدف از برگزاری این جلسه را تدوین نقشه راه پس از سقوط رژیم بشار اسد و همکاری گروه‌های مختلف در شورای ملی سوریه می‌داند. ما امروز چند مورد در دستور جلسه داریم. اول می‌خواهیم هدفمان را تعریف کنیم. دوم می‌خواهیم در ارتباط با تدوین نقشه راه انتقال سوریه به دوران پس از سقوط رژیم کمی تبادل نظر کنیم و بالاخره کمیته‌ای برای نشست قاهره تعیین کنیم. دشوارترین وظیفه در این نشست یافتن راه‌های اساسی برای همکاری با یکدیگر است. کشورهای غربی نیز می‌خواهند در کنفرانسی که در پایان ماه جاری در ژنو برگزار خواهد شد، برای یافتن راه‌های نجات طرح آتش‌بس در سوریه تلاش کنند. مهدی آرامی، صدای آمریکا، واشنگتن. دور دوم رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز شنبه 27 خرداد آغاز شد و تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. انتخاباتی که منحل شدن پارلمان آن کشور بر آن سایه افکنده است. این در حالی است که برخی این انتخابات را تحریم کردند و اسلامگرایان نیز تهدید کردند اگر این انتخابات منصفانه برگزار نشود، انتخابات دومی روی خواهد داد. گزارشی از نازیه پویا. مصریان روز شنبه در مقابل مراکز رأی‌گیری در صف‌های طولانی ایستادند تا رئیس جمهوری آینده خود را انتخاب کنند، در حالی که دو گزینه دارند. احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، که برخی او را باقی مانده از رژیم سابق کشور می خوانند، و محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، که مخالفان او می گویند دین را وارد دولت خواهد کرد. بسیاری از سکولارها، لیبرالها و چپگرایانی که در انقلاب مصر شرکت داشتند، این دو گزینه را ضامن برقراری دموکراسی نمی‌دانند و در نتیجه انتخابات را تحریم کردند. ولی بسیاری دیگر تصمیم به رأی دادن گرفتند.
من به این انتخابات افتخار میکنم. این اولین باره که مردم از طبقات مختلف جامعه و احزاب مختلف رأی میدهند. It is crucial for all Egyptians to go and vote. برای مصری‌ها اهمیت زیادی داره که رأی بدن. اونا تصمیم به تحریم انتخابات گرفتن. فکر نمی‌کنم الان وقت اون کار بوده. امر موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب که خواستار یک دولت غیر نظامی و یک جامعه مدنی در مصر است، نیز بر همین باور است. My message is that go and vote. پیام من این است که رأی بدهید. باید از پروسه دموکراتیک حمایت بشه. ایجاد دموکراسی و احترام به فرآیندهای دموکراتیک برای مصر اهمیت بسیاری داره. جدا از اینکه چه گروهی در این رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهوری شرکت کند یا نه، واقعیت این است که مردم مصر از بیش از یک سال آشوب سیاسی، تظاهرات خیابانی و اعتصاب، افزایش جنایت و اقتصاد نابسامان خسته شدند. نازیه پویا، صدای آمریکا. امیر نایف ولیعهد عربستان سعودی در سن 78 سالگی درگذشت. شاهزاده نایف زمان فوت در خارج از کشور به سر می برد. او اخیراً برای معالجه به اروپا سفر کرده بود. رسانه‌های خبری می گویند او روز یک شنبه در عربستان سعودی به خاک سپرده خواهد شد. هنوز از جزئیات بیماری و علت درگذشت شاهزاده نایف خبری منتشر نشده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سال گذشته شاهزاده نایف را که وزیر کشور بود ولیعهد خود خواند. او از سال 1354 به عنوان وزیر کشور عربستان خدمت کرد. نزدیک به نیمی از سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواستند اگر مذاکرات آتی اتمی با ایران نتیجه نداد، گفتگوها را متوقف کند. قرار است ایران و شش کشور جهانی دوشنبه و سه شنبه این هفته در مسکو دیدار کنند. هومن سیسان گزارش می‌دهد. سناتورهای آمریکایی میگویند زمان آن فرا رسیده که ایران گامهای عملی بردارد و به جهان نشان دهد برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. روز جمعه 44 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از رئیس جمهوری این کشور خواستند در صورتی که ایران در نشست مسکو مطالبات قدرت‌های جهانی را نپذیرد، مذاکرات اتمی با تهران را متوقف کند. قرار است گفتگوهای اتمی ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو پیگیری شود. سناتورهای آمریکایی میگویند ایران باید تأسیسات فوردو را تعطیل کند و به غنی‌سازی بالای 5% پایان دهد. سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی همچنین تاکید کردند مقامهای تهران در مذاکرات مسکو باید بپذیرند ذخیره اورانیوم با غنای بیش از 5% را از داخل خاک ایران خارج کنند. طی سال جاری مقام‌های ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 دوبار با هم ملاقات کردند. قدرت‌های جهانی خواستار شفافیت بیشتر ایران و نیز توقف تولید اورانیوم با غنای 20% شدند. در حالی که سناتورهای آمریکایی از لزوم تمکین ایران از مطالبات حداقلی قدرت‌های جهانی سخن گفتند، مقام‌های تهران می‌گویند جامعه بین‌الملل باید حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناسد. روز شنبه علی سعیدلو معاون امور بین‌الملل رئیس جمهوری ایران گفت در صورتی که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات مسکو حفظ شود، نتایج گفتگوها مثبت خواهد بود. سناتورهای آمریکایی اما در نامه روز جمعه خود افزودند در صورت شکست مذاکرات مسکو، آمریکا به جای ادامه گفتگوها باید بر افزایش تحریم‌ها علیه دولت ایران تاکید کند و به مقام‌های تهران نشان دهد احتمال اقدام نظامی گزینه جدی است. هومن سیسان، صدای آمریکا. روز شنبه مقارن با آخرین روز مراسم زیارت مرقد امام موسی کاظم، انفجار دو اتومبیل حامل بمب زائران شیعه را در بغداد هدف قرار داد. این انفجارها 26 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. پیشتر روز شنبه یک گروه ستیزه‌جوی عراقی وابسته به شبکه القاعده مسئولیت بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه را بر عهده گرفت.
گروه اطلاعاتی سایت مستقر در آمریکا روز شنبه اعلام کرد که گروه ستیزجوی موسوم به دولت اسلامی عراق با پخش اعلامیه‌ای در یک تارنما از بمب‌گذاری‌های انجام شده تمجید کرده و روز بمب‌گذاری‌ها را یک روز مبارک نامیده و گفته است این حمله‌ها ضربه بزرگی بر پیکل دولت عراق وارد کرده است. بیشتر بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه در عراق و شهرهای عمدتاً شیعه نشین هله، کربلا و حصفا در جنوب عراق انجام گرفت و یکی از خونبارترین روزهای پس از خروج نیروهای خارجی را به وجود آورد. انفجار یک بمب در منطقه قبیله نشین شمال غربی پاکستان 6 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات انفجار روز شنبه نزدیک یک ایستگاه اتوبوس در بازار شهر لندی کوتل در ایالت خیبر رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، ولی شبکه طالبان صدها بمب‌گذاری مشابه در این منطقه و در دیگر نقاط کشور انجام داده است. طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، القاعده و دیگر گروه‌های ستیزجوی وابسته به آنها با استقرار در مناطق قبیله نشین و استفاده از مرزهای صعب العبور پاکستان و افغانستان مستمراً علیه نیروهای ناتو و افغان دست به حمله می‌زنند. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی برمه امروز شنبه در اسلو پس از گذشت 21 سال از دریافت جایزه نوبل صلح سخنرانی پذیرش آن را در اسلو پایتخت نروژ ارائه کرد. او در سال 1991 برنده جایزه صلح نوبل شد، اما به دلیل حبس خانگی و منع خروج از منزل نتوانست جایزه اش را دریافت کند. گزارشی از شیده رضایی. آنگ سان سوچی قهرمان مبارزه ملی با استبداد و دیکتاتوری نظامی در برمه امروز سخنرانی پذیرش جایزه صلح نوبل را در اسلو ایراد کرد. این جایزه 21 سال پیش به وی اعطا و توسط پسرش از جانب او دریافت شده بود. او ماه جاری پس از 2 دهه حبس خانگی به کشورهای بزرگ اروپا از جمله بریتانیا و فرانسه سفر کرد و در ادامه این سفرها روز جمعه وارد اسلو پایتخت نروژ شد. مقام‌های نروژی خوشحالی خود را از ورود او ابراز کرده و می‌گویند آنها 21 سال است که منتظر چنین لحظه‌ای هستند. It's a very busy day because you know she's coming here. She will see the امروز روز خیلی شلوغی است. خانم سوچی اینجاست و ما نمایشگاهی به افتخار او و به منظور بزرگداشت چندین دهه مبارزه او برای صلح و دموکراسی برپا کرده ایم. آثار هنری عکاسان بزرگی در اینجا نمایش داده شد. فعالین حقوق بشر برمه که در تبعید به سر میبرند با وی ملاقات کردند. خیلی ها دلشون میخواد امروز اینجا باشند، ولی ما فقط برای 350 نفر جا داریم. اما ضیافت پس از جایزه در فضای عمومی و با حضور کمیته نوبل و سازمان عفو بین الملل برگزار میشه. There are going to be many twists and turns and there will be obstacles. خانم سوچی روز شنبه در اسلو گفت زمانی که جایزه به او تعلق گرفت ارتباط او با دنیای خارج قطع بود و نتوانست شیرینی آن را آنطور که باید و شاید احساس کند. اما تعلق جایزه به وی کمک زیادی به رهاییش و حرکت برمه در مسیر دموکراسی کرد. آنگ سان سوچی در اواخر سال 2010 از حبس خانگی آزاد شد. وی اخیراً به نمایندگی پارلمان میانمار انتخاب شده است. خانم سوچی در سخنرانی خود دولت برمه را خطاب قرار داد و از مقام‌های کشورش خواست تا کلیه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. شیده رضایی، صدای آمریکا. سرخط خبرها. انتخابات ریاست جمهوری مصر در فضای پر التهاب سیاسی بین دو گروه رقیب آغاز شد. درخواست 44 سناتور آمریکایی برای توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران. معاون رئیس جمهوری ایران به مذاکرات مسکو خوشبین است. امیر نایف عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی درگذشت. و در ادامه همین برنامه عبور از فراز آبشار نیاگارا بر روی تناب.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کنگره آمریکا را متهم کرده است که برای بازگرداندن کارکنان بیکار به سر کار اقدامی به عمل نیاورده است. آقای اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت نمایندگان جمهوری خواه کنگره برای تصویب لایحه اشتغالزایی او هیچ اقدامی به عمل نیاوردند. آقای اوباما همچنین میگوید تصویب لایحه پیشنهادی او به حکومت‌های ایالتی کمک می‌کند تا آموزگاران و ماموران پلیس را که به دلیل رکود اقتصادی بیکار شده‌اند به سر کار برگردانند، اما بی‌عملی اعضای کنگره در انجام اقداماتی که به سود خانواده‌های آمریکایی است غیر قابل توجیه است. از سوی دیگر فرماندار جمهوری خواه ایالت ویسکانسین دولت اوباما را متهم کرد که برنامه‌هایی را پیشنهاد و مطرح می‌کند که باعث بالا رفتن میزان بدهی دولت می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید یک قاچاقچی بین‌المللی کارت‌های اعتباری از فرانسه به آمریکا تحویل داده شده است تا به دست عدالت سپرده شود. بیانیه وزارت دادگستری می‌گوید ولادیسلاو هورورین 27 ساله به عنوان بزرگترین فروشنده کارت‌های اعتباری سرقت شده شناخته شده است. وی روز پنجشنبه برای نخستین بار در دادگاهی در آمریکا حاضر و تفهیم اتهام شد. در حال حاضر این قاچاقچی در بازداشت مقامات آمریکاست. هورورین که تابعیت اسرائیل، روسیه و اوکراین را دارد، با استفاده از تارنماهای کاذب کارت‌های اعتباری قلابی را به معرض فروش می‌گذارد. هورورین در صورت اثبات جرم به 32 سال زندان محکوم خواهد شد. در ایران در حالی که بانک مرکزی از افزایش چشمگیر قیمت برخی از اقلام خوراکی خبر می‌دهد، دولت فعالان بازار را از هر گونه مصاحبه در خصوص گرانی منع کرده است. وفا آذربهاری گزارش می‌دهد. این روزها همه از گرانی می‌گویند، از مردمی که گرانی افسار گسیخته را لمس می‌کنند تا مراجع تقلید شیعه که به طور هماهنگ خواستار یافتن عوامل گرانی هستند. وضعیت بازار تا آنجا آشفته است که حتی ارگان خبری دولت در شماره روز شنبه خود عنوان اصلی صفحه اول را به عوامل کمبود و گرانی اختصاص داده و خواهان شناسایی عاملان نابسامانی بازار شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای فعالان اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی را از هر گونه مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص موضوع گرانی منع کرده است، در حالی که سیاست دولت در جهت کنترل قیمت‌ها تا به حال جواب نداده، بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد همه اقلام خوراکی جز تخم مرغ گران شدند. به گزارش بانک مرکزی برخی مواد خوراکی در تهران از جمله سبزیجات در هفته منتهی به 26 خرداد ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 144% افزایش قیمت داشتند. خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه از افزایش 400 تومانی قیمت هر کیلو مرغ ظرف 24 ساعت خبر داده است. در این میان جواد جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دولت را مسئول مستقیم وضعیت آشفته اقتصادی و گرانی‌های موجود در بازار دانسته و گفته این مردم هستند که هزینه گرانی‌ها را می‌پردازند. وفا آذربهاری، صدای آمریکا. پس از اینکه محمود احمدی نژاد از ابلاغ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت خودداری کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را امروز ابلاغ کرد. دولت و مجلس در دو دوره گذشته بر سر اجرای برخی قوانین اختلاف نظر داشتند، اما این اولین اختلاف دولت با مجلس دوره جدید است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را امروز ابلاغ کرد. ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس رویه ای عادی نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر لایحه دولت یا طرح پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان باید ظرف 5 روز از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شود. در صورتی که رئیس جمهوری از ابلاغ آن خودداری کند، رئیس مجلس این اختیار را دارد که قانون را ابلاغ کند و بدین ترتیب قانون جدید لازم الاجرا می شود. به نظر می رسد خودداری احمدی نژاد از ابلاغ قانون جدید انتقاد او به این مسببه مجلس باشد. که داریم بیت المال عمومی توزیع میکنیم، خب همه با هم کمک کنیم. خودداری محمود احمدی نژاد از ابلاغ قوانین جدید پدیده تازه‌ای نیست. او بارها اعلام کرده به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور بهتر از دیگران می‌داند چه قانونی قابلیت اجرایی دارد. در مقابل نمایندگان مجلس می‌گویند ارزیابی اجرا یا توقف یک قانون بر عهده رئیس جمهوری نیست. مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری در ایران است. این لیست قوانینی است که رئیس جمهوری ایران از ابلاغ آنها سر باز زده. از قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی تا قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری. مهمترین قانونی که به دلیل اختلاف دولت و مجلس معلق مانده، قانون اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. با اینکه مجلس جزئیاتی این قانون را تصویب کرده، اما تا کنون دولت از اجرای آن سر باز زده. از سال 87 محمود احمدی نژاد و مجلس بر سر اجرای برخی مصوبات اختلاف نظر دارند و قانونی که امروز علی لاریجانی ابلاغ کرد اولین نمونه از خودداری احمدی نژاد از ابلاغ قوانین در دوره جدید مجلس است که از 3 هفته پیش کار خود را آغاز کرده. پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت افتتاح مجلس جدید از مجلس و دولت خواست اختلافات خود را کاهش دهند. بر اساس قوانین ایران خودداری رئیس جمهوری از ابلاغ قانون جرم نیست، اما عدم اجرا و بی‌توجهی به قانون جرم است و مجازات هایی برای آن وجود دارد. مجلس دوره قبل چند گزارش از تخلفات رئیس جمهوری ایران به قوه قضاییه ارسال کرد، اما هرگز به این پرونده ها رسیدگی نشد. به نظر می رسد رهبری جمهوری اسلامی چندان تمایلی برای برخورد قانونی با تخلفات رئیس دولت ندارد و می خواهد دوران 1 ساله باقی مانده دولت احمدی نژاد بدون جنجال به پایان برسد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا. با نزدیک شدن روزهای پایانی دولت دهم، مخالفان دولت در بیان نظرهایشان از ادبیات تندتری نسبت به قبل استفاده می کنند. این در حالی است که طرف مقابل، یعنی حامیان دولت نیز، روش مشابهی را به کار گرفتند. همکارم احمد باطبی گزارشی دارد درباره این موضوع و اظهار نظرهای طرفین در روزهای اخیر. تریبون نماز جمعه این هفته تهران شاهد اظهار نظرهای تند محمد حسین صفار حرندی درباره محمود احمدی نژاد و حامیانش بود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری تلویحی قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد در سال 90 و مقاومت او در قبال دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ابقاء وزیر اطلاعات گفت: کسی که در برابر دستور ولی فقیه قهر می کند یا ابرو بالا می اندازد به خدا نزدیک نیست. صفار حرندی وزیر ارشاد دولت نهم که در پی اختلاف با اسفندیار رحیم مشایی از مقام خود برکنار شد، با مخاطب قرار دادن مشایی و حامیانش آنها را بی سر و پا، بی مقدار و پاسد خطاب کرد. این ادبیات تند و بی پرده از سوی محافظه‌کاران مخالف دولت در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم افزایش یافته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه، امروز در اظهار نظری خواستار تحمل محمود احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوریش شد. او گفته مبارزه با احمدی نژاد به مصلحت نظام نیست. چهارشنبه هفته پیش خبرگزاری نیمه رسمی فارس در مطلبی که بلافاصله آن را حذف کرد، در مورد احتمال افشاگری محمود احمدی نژاد نسبت به مخالفانش هشدار داد. فارس نوشته بود لیستی که محمود احمدی نژاد برای روز مبادا آماده کرده شاید در آینده نزدیک آن را با توانایی سخنوری خود ترکیب کرده و به توپخانه‌ای پرقدرت تبدیل کند تا شاید منتقدان را به عقب براند، توپخانه‌ای که شاید خیلی ها را هدف بگیرد.
دستگاه امنیتی و قضایی تحت کنترل آیت الله خامنه ای در یک سال اخیر چندین پرونده اختلاس کلان را مورد بررسی قرار داده که در آن نام بسیاری از اعضا و نزدیکان دولت به عنوان متهم و یا مرتبط مطرح شده است. آیت الله صافی گلپایگانی امروز خواستار کنارگیری مسئولینی شد که نامشان در پرونده های فساد مالی مطرح است. برخی تحلیلگران معتقدند رهبر جمهوری اسلامی تلاش دارد تا با اتخاذ سیاستی بینابین تا پایان دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او را تحمل و در این حال کنترل کند. اما در آن سو محافظه‌کاران مخالف دولت معتقدند احمدی نژاد و حامیانش در طول این سالها به بسیاری از مدارک و اسرار نظام دسترسی داشتند و این نگرانی وجود دارد که پس از خروج محمود احمدی نژاد از قدرت این اسناد و اسرار به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بازگشت او و همکارانش به حلقه قدرت مورد استفاده قرار گیرد. احمد باطبی، صدای آمریکا. سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای مدافع حقوق بشر خواست آزادی فعالان کارگری زندانی در ایران و همچنین تعهد حکومت ایران به آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری شده است. هم‌اکنون تعدادی از فعالان کارگری به دلیل عضویت در تشکل صنفی کارگری زندانی‌اند. در این حال بیش از 10,000 کارگر با انتشار نامه‌ای به وزیر کار دولت ایران را مسئول اصلی نابسامانی وضعیت شغلی و معیشتی خود دانستند. گزارشی از کوروش صحتی. کارگران زندانی را آزاد کنید. درخواست سازمان عفو بین‌الملل از حکومت ایران. عفو بین‌الملل در جریان نشست سالانه سازمان جهانی کار که دیروز در ژنو سوئیس به پایان رسید، از حکومت ایران خواست که به تعهدات بین المللی خود در مورد آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری پایبند باشد و افرادی را که به خاطر چنین فعالیت‌هایی به زندان محکوم شدند بدون قید و شرط آزاد کند. فعالان کارگری مثل علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد، رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان، شاهرخ زمانی و محمد جراحی، اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و بهنام ابراهیم‌زاده، عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار. بر اساس پیمان حقوق سیاسی و مدنی سازمان بین‌المللی کار، هر شهروند باید بتواند آزادانه در نهادها، کانون‌ها یا اتحادیه‌های صنفی عضو شود. ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و بازداشت فعالان کارگری از موارد اعتراض نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از حکومت ایران بوده. اما اینها همه مشکلات نیستند. تعطیلی کارخانه‌ها، عدم پرداخت حقوق، بالا رفتن نرخ تورم و افزایش روز به روز قیمت‌ها مواردی است که باعث شده کارگران ایرانی این روزها روزگار خوشی نداشته باشند و سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل اصلی این وضعیت بدانند. امروز خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند که بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تأثیراتی که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بر زندگی آنان داشته اعتراض کردند. آنها خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم موجود شده و تهیه پیشنویس اصلاحیه قانون کار را اصلاحیه‌ای ضد کارگری دانستند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته. کوروش صحتی، صدای آمریکا. نیک والندا نخستین کسی است که از بالای آبشارهای پرخروش نیاگارا عبور کرد. والندا که عضو خانواده بندباز والنداهای پرنده است، روز جمعه از روی یک بند به قطر 5 سانتی متر که بر بالای آبشار بسته شده بود گذشت و تحسین تماشاگران را برانگیخت. والندا که 33 سال دارد، روی طناب 550 متری فاصله مرز آمریکا و کانادا را در هوایی مهالود و در حالی که باد می‌وزید ظرف 25 دقیقه پیمود. والندا گفت هنگام راه رفتن روی طناب از بالای آبشار نیاگارا به فکر خانواده اش بود. وی همچنین گفت قصد دارد مسافت بسیار درازتری را روی دره موسوم به گرند کانیون در ایالت آریزونا بپیماید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما می توانید از طریق ایمیل خبر @voanews.com با ما در ارتباط باشید. برای اطلاعات بیشتر با ساعت پخش برنامه های ما، همینطور دنبال کردن خبرها و آدرس فیسبوک، یوتیوب، توییتر صدای آمریکا به وبسایت ما مراجعه کنید. شب خوش.